شکر میکنیم و جلال میدیم نام عیسی مسیح رو، خدایی که بود و هست و تا ابدالآباد خواهد بود. خدا رو شکر میکنیم برای اینکه نه به قوت نه به قدرت، به روح قدوس او قادریم بایستیم، به روح قدوس او قادریم پرستش بکنیم و به روح قدوس او قادریم از جاده های غیر ممکن برای انسان عبور بکنیم. خدا رو شکر میکنیم که خداوند ما رو به شکلی ساخته و فرم داده تا بتونیم از جاده های بسیار تنگ اندام روحانی و جسمانی خودمون رو وقف داده و از گذرگاه های بسیار دشوار عبور کرده تا به جلال و ملکوت او خودمون رو برسونیم. خدا رو شکر میکنیم برای اینکه ما به فرم او برای عبور از مرگ قوت گرفتیم و بر قوت او در روی صلیب بر مرگ برکت یافتیم تا به برکت او بتونیم از این جاده عبور کرده و در جاده ابدیت او در کنار پدر در نام عیسی مسیح با خود خداوندمون مسیح عیسی سلطنت کرده آرامش و برکت او رو دریافت کنیم. به نام پر جلال عیسی مسیح خدا رو شکر میکنیم و خدا رو جلال میدیم، عیسی مسیح رو جلال میدیم. شکر و جلال به نام قدوس عیسی مسیح، شکر و جلال به نام قدوس عیسی مسیح، شکر و جلال به نام خدایی که بود و هست و تا ابدالآباد خواهد بود. شکر میکنیم و جلال میدیم نام عیسی مسیح رو. امروز روز دوم در عید فصحیه که برای انسان خداوند فراهم کرده، با توجه به شرایطی که بود و داشتم و درش قرار داشتم، تنها دعای من این بود خداوندم کلام تو برای فرزندانت، هدایت تو برای بچه های خودت، نان روزانه بچه های خودت، تو نان رو فراهم بکن. و خداوند کلامی رو که برای امروز خودش به قوت روح قدوسش و جلال و نام عیسی مسیح فراهم کرد شروع میشه با کتاب لاویان باب 23 از آیه 4. امروز آیه های قوت خودمون رو در انتها میخونیم نه در ابتدا. اول قضا میگیریم و بر باور خودمون، بر باور خودمون ایستاده و اون موقع آیه های قوت خودمون رو اعلام میکنیم، نه قبل، بعد اعلام میکنیم در نام عیسی مسیح. کتاب لاویان باب 23 از آیه 4: اینها فصل های خداوند و محفل های مقدس میباشد که آنها را در وقتهای آنها اعلام باید کرد. در ماه اول، در روز 14 ماه خداوند فصح الهیم است و در روز 15 این ماه عید فطیر برای الهیم است. 7 فطیر بخورید. 7 از امروز فطیر بخورید. 7 از امروز تمام هفته آینده فطیر بخورید. در روز اول محفل، محفل مقدس برای شما باشد از امروز. هیچ کار از شغل مکنید، هیچ کار از شغل مکنید، هیچ کار از شغل مکنید. 7 هدیه آتشین برای خداوند بگذرانید و در روز 7 محفل مقدس باشد. در روز 7 محفل مقدس باشد. در روز 7 محفل
مقدس باشد. هیچ کار از شغل مکنید. هیچ کار از شغل مکنید. خیلی اولین سوال که در ذهنشون هست، قسمت اول فطیر خوردن چیه؟ آیا منظور روزه است؟ آیا منظور نان بدون خمیر مایه است؟ البته هیچ کار از شغل مکنیم، یعنی نریم سر کار، کار نکنیم. آیا قرار همش تو خونه بشینیم چی کار بکنیم؟ آیا واقعا فصل اون رسیده درک کنیم خدا به ما چی داره میگه؟ آیا واقعا فصلش رسیده درک کنیم خدا چی به ما میگه؟ چون رازها در درون کلمه است و از ازل کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. امروز روز خاصیه. چند وقت پیش کلام خداوند برای همه این بود: خوشا به حال آنی که، خوشا به حال آنی که، خوشا به حال آن خادمی که وقتی خداوند برمیگرده او رو در حال کار پیدا بکنه. خوشا به حال خادمی که وقتی خدا برمیگرده او رو در حال کار ببینه. همه اینا به هم مربوطه و کلام خداوند امروز میخواد، من فکر میکنم روح قدوس خداوند میخواد ما رو آماده کنه واقعا برای این هفت روزی که قراره فطیر بخوریم و برای هفته آینده که قراره برای ما شروع تقدیس و مقدسات خداوند باشه. من این باور رو میخوام داشته باشم برای خودم، میخوام داشته باشم برای شما. این انتخاب شماست که بخواین این باور رو برای خودتون داشته باشید. آیا فکر میکنین به اون نقطه رسیدین و میخواید داشته باشید یا خیر؟ همه چیز با یک باور شروع میشه. همه چیز با یک باور شروع میشه. جایی که شاید من امروز نباید اینجا باشم، حضور من جای دیگه خیلی مهمه، ولی روح قدوس خدا اجازه نداد و ما به این نتیجه رسیدیم من باید امروز اینجا باشم در این ساعت و کار خودم رو انجام بدم، کلام خدا رو جاری بکنم و بعد به کارهای دیگم هم میتونم برسم. مال خدا رو به خدا بدم و مال دنیا رو به دنیا. پس همش یک انتخابه. انتخابها در زمانهای سختی به دست میاد. در زمان خوشی بسیار آسونه همه مال خدا رو به خدا بدن. در زمان سختی انتخاب این که من میخوام مال خدا رو به خدا بدم و انتخاب میکنم مال خدا رو به خدا بدم مهمه. آمین که همه ما امروز همین چند نفر اندک انتخاب کردیم اینجا مال خدا رو به خدا بدیم. خیلی های دیگه میخواستن باشن ولی نمیتونن باشن به دلیل اینکه امکانات نداریم. ولی همه ما همونطوری که من انتخاب کردم، ما انتخاب کردیم مال خدا رو به خدا بدیم. مال خدا رو به خدا بدیم. عید فصح. عید فصح چیه؟ بهش میگن عید عبور. عیدی که خداوند قوم رو از مصر آزاد کرد. بهش میگن پاسوور. عیدی که خداوند قوم رو از اسارت آزاد کرد. عیدی که خداوند قوم رو از مصر آزاد کرد. مصر چیه؟ عدالت خدا. در جایی که ما در گذشته ها و افکار خودمون در اسارت و زنجیر بودیم، در نقطه‌ای که در داوری‌های خودمون، در شهری که در داوری‌های خودمون، در درون خودمون، در درون خودمون در اسارت بودیم. مرسی قربونت بشم. در اسارت بودیم. در اون نقطه خداوند عیدی رو فراهم کرد به نام عید فصح. قوم رو
از خودشون و از دست دشمن آزاد کرد. آیا این هفته هفته‌ایه که قرار آزاد شیم از دست خودمون؟ کلام به ما یاد میده بزرگترین دشمن ما بدن ماست، افکار ماست، داوری‌های ماست. آیا در خانه نشستی و بر خودت و دیگران داوری میکنی؟ فرق نمیکنه خودت رو محکوم کنی یا دیگری رو، هیچ تفاوتی نداره. آیا در نقطه نشستی و در داوری های خودت و در آتش تنفر خودت در حال سوختن هستی؟ در آتش انتقام؟ فصل پس اوور اینجاست. آیا آماده هستیم برای اینکه بفهمیم خداوند از این عید چی میخواد به ما یاد بده؟ رازش رو در بیاریم، رازش رو بچشیم، رازش رو بفهمیم. این عید چه رازی درونش نهفته است؟ آیا مانند قومی هستیم که سرکش بودند، از عدالت خدا خدا اونا رو بیرون آورد، چون عدالت خدا آزادی نمحکوم کردن، ولی همچین که به اون ور آب سفر کردن و رسیدن، انگشت اشاره بر روی یکدیگر و بر روی رهبرانشون رو و بر روی خود خدا دراز شد و خدایی تازه به صورت گاوی طلایی برای خودشون تراشیدن و اون خدا خدایی بود که برایشون شادی موقت فراهم کرد. آیا اونجاست فرزندان خداوند؟ یا آیا رسیدیم به پنتیکاست دوم و در حال رسیدن به پنتیکاست دوم؟ اون بود پنتیکاست اول که مرگ رو برای خیلی ها برمخان آورد، ولی پنتیکاست دوم حیات جاودانی رو برای همه برمخان آورد. کجا هستی؟ به درون خودت تفکر کن، به درون خودت فرو برو. کجا هستی؟ کجا هستی؟ آیا شمشیر تو به دستت برای بریدن گوش برادرت، رفیقت و عزیزت تیز و برنده است؟ آیا شمشیر زبان تو، شمشیر دست تو برای کشتن آماده است؟ یا آیا شمشیر دست تو شمشیر نور خداوند و کلام به قوت روح قدوس خداوند؟ هر کسی به درون خودش فرو بره. پنتیکاست اول یا پنتیکاست دوم؟ در کدوم نقطه زندگی هستیم؟ آیا در دشواری‌های زندگی خودمون حاضریم ایمان خودمون رو بکنیم نور پاهای خودمون؟ آیا در سخت‌ترین لحظات زندگیت حاضر ایمان خودت رو بکنی فرشی که قراره بر روی او گام بگذاری؟ در نقطه‌ای که ناامیدی مطلق دور تو رو گرفته و میخواد تو رو مانند تاریکی ببلعه، به درون خودش فرو ببره، باور تو چقدر قویه؟ باور تو چیزیست که در دست توست، باور تو چیزیه که تو رو میتونه بلندت بکنه و آن که بلند بشه قادر افتادگان رو بلند کنه، آن که زمین خورده باشه فقط افتادگان رو همراهی میکنه و کسایی رو نیست که ایستادند میخواد با خودش به زمین بیفکنه. هفت روز از امروز نان فطیر بخوریم. در ایام قدیم وقتی خداوند در باب 12 در باب 23 کتاب خروج ما میخونیم در مورد عید فصح، دستورایی که خداوند میده، در لاویان ما میخونیم، وقتی که خداوند دستور فصح رو میده، فصح یک میز خاصیه که ما قبلا تعلیمش رو دادیم، حتی یک بار میز شام فصح رو به طور کامل داشتیم اگر یادتون باشه، چجوری سبزی که تلخه
خاطرات سخت گذشته. بدن خداوند گوسفند رو برای عبور کردن یک اتفاق افتاد. عید فصح برای عبور کردن، قبل از عبور کردن اتفاق خارق‌العاده افتاد. مرگ نخست زادگان رو در باب 11 کتاب خروج اگر یادتون باشه، خدا یه دستور به موسی داد، گفت بره‌ای بگیرید، آن بره را به طور کامل قربانی سوختنی بکنید. خون بره رو با یکی از اون سبزیهایی که در سفره است، با اون سبزیها به سردر و به دو طرف خانه خود بزنید. مرگ درون خانه شما نخواهد آمد و نخست‌زاده های شما زنده خواهند ماند و مرگ از خانه شما عبور خواهد کرد. تمامی بره رو تا چربیش به طور کامل بخورید. اگر امروز کلام خدا داره جاری میشه، فقط به قوت روح قدوس خداوند، چون هیچ آمادگی ذهنی و قبلی نداشتم، روح هدایت میکنه. با من متحمل باشید لطفا، مطمئن باشید به نتیجه خوب خواهیم رسید. عیسی مسیح دستور فصح رو خیلی قشنگ داد، خیلی قشنگ روشن کرد که این غذا رو چجوری باید بخوریم. با نان فطیر. ببخشید. با نان فطیر. نان فطیر رو در روی سفره، یک نان نیست، سه حلقه نانه. حلقه اولی، حلقه وسطی، حلقه بالایی. عیسی مسیح یاد میده، میگه از نان وسط بردارید، از وسط او رو بشکنید. نصفه او رو در درون کفنی قرار داده. لغت قشنگ میگه کفن. در درون کفنی قرار داده، آن را قایم کنید. از نیمه دوم بلند کنید، دعا کنید و از اون نیمه بدن خداوند رو باهاش بخورید. از نیمه دوم. سه نان، سه پیمانه آرد، پدر، پسر و روح قدوس خداوند. پسر اومد قربانی بشه، بدن او قایم بشه، ولی کلام او آزاد باشه، برای اینکه کلام او رو بخوریم و کلام او نور پاهای ما باشه. نان فطیر به عبری به معنی متسطسه، یعنی مکیدن، چشیدن. وقتی میگه یک هفته فطیر بخور، یک هفته بچش خدا چی میگه در کلامش، یه هفته در رازها تفکر کن، یک هفته در کلام خداوند زندگی بکن. وقتی میگه هیچ کار از شغل مکنید، آیا به عبری وقتی مطالعه میکنیم، شغل ما منظور خدا اون شغلیه که ما بریم کار کنیم؟ نه، شغل اصلی ما انسانها متاسفانه در دنیا داوری، غیبت کردن، دروغ گفتن، زمین زدن، بی احترامی، بی حرمتی، بی آبرویی، بی عفتی. غلاطیان 5. خدا میگه در این یک هفته آینده هیچ کار از شغل جسمانی شما، نفسانی شما نکنید، چون دست ماست. تفکرهای ما پاک بشه در هفته آینده، کل هفته تا یک شنبه آینده، تفکرهای ما پاک بشه، تفکرهای ما سلامت بشه. آیا میخواین؟
آیا میتونی؟ آیا میخوایم؟ آیا فصلش رسیده؟ یا 7 سال دیگه باید منتظر این روز باشیم؟ من میگم از دست ندیم. من میگم از دست ندیم. 7 سال دیگه کی میکشه؟ کی میکشه 7 سال دیگه؟ در عذابی که هر روز در دنیا داره سختتر و فشرده تر میشه. این پیمانه عذاب در جهان نگاه میکنیم همه روزه داره فشرده تر میشه. چون خدا میگه به همون پیمانه که میدی خودت به خودت برمیگردونی. پیمانه های خودمون رو داریم با این اعمال و افکارمون همه روزه فشرده تر میکنیم، با رفتار ناشایست و وادادن در قبال کارهای انسانی و جسمانی، اعمال جسم، همه روزه داریم پیمانه خودمون رو پرتر، فشرده تر، سنگین تر میکنیم. 7 سال دیگه میخوایم بکشیم پیمانمون پرتر بشه؟ به فیض خدا آزادیم، به فیض خدا نجات یافته هستیم، ولی خدا نگفته به فیض من پیمانه تو برداشته میشه. میگه اون پیمانه رو که پر میکنی باید حملش بکنی. به فیض من حیات ابدی رو داری، به ایمانی که من به تو دادم، به نجاتی که من به تو دادم، ولی پیمانه تعداد روزهای زندگی تو در روی زمین با دستای خودت خالی و پر میکنی. فرصتی برای تو فراهم کردم به نام فرصت پاسوور، به نام فرصت فسح، به نام فرصت فطیر. آیا حاضری بمیکی از کلام خداوند اساره و انرژی درونی کلام رو، اساره اصلی نجات رو حاضری بمیکی؟ حاضری بمیکی امروز اون اساره واقعی رو بمیکی تا مانند کودکی که از سینه مادرش میمکه و قوت رو دریافت میکنه، تو نیز قوت رو دریافت بکنی، تو نیز برکت رو دریافت بکنی تا بچشی. یکی دیگه از معنی های نان فطیر یا فطیر چشیدنه. کلام خداوند در مزامیر میگه بچشید و ببینید چقدر نیکوست خدای شما. عید فصح، آمین که بر همه ما مبارک باشه، آمین که بر همه ما مبارک باشه. در کتاب اشعیا باب 66 از آیه 10، اشعیا باب 66 از آیه 10: ای همه آنانی که اورشلیم را دوست می‌دارید، با او شادی کنید و برایش وجد نمایید، و ای همه آنانی که برای او ماتم می‌گیرید، با او شادی نمایید بسیار، تا از سینه های تسلیات او بمیکید و سیر شوید، بدوشید و از فراوانی جلال او محفوظ گردید. زیرا خداوند چنین میگوید: اینک من سلامتی را مثل نهر و جلال امتها را مانند نهر سرشار به او خواهم رسانید، و شما خواهید مکید و در آغوش او برداشته شده و زانوهایش به ناز پرورده خواهید شد، و مثل کسی که مادرش او را تسلی دهد، همچنین من شما را تسلی خواهم داد، و در اورشلیم تسلی خواهید یافت، و در اورشلیم تسلی خواهید یافت. پس چون این را ببینید، دل شما شادمان خواهد شد و استخوان‌های شما مثل گیاه سبز و خرم خواهد گردید، و دست خداوند
بر بندگانش معروف خواهد شد، اما بر دشمنان خود غضب خواهد نمود. وعده خداوند امیده و آزادی از تمام داوری ها، آزادی از همه چیز، فسح رو، پس اوور رو، عبور از داوری ها، عبور از فشارها، عبور از خصلت‌های جسمانی خودمون برای ما در این هفته فراهم کرده و میگه فطیر بخورید. معنی اورشلیم بسیار معانی زیادی داره، ولی اورشلیم از دو کلمه تشکیل میشه، یره شلم، یره و شلم. یره به معنی بسیار، یکی از معنیاش که ما امروز فوکوس میکنیم، به هدف زدن. یره یعنی به هدف زدن، یره یعنی به هدف زدن. شلم کامل شدن، شلم کامل شدن. پس اورشلیم یعنی چی؟ اورشلیم به چه معنیه؟ به هدف زدن و کامل شدن. آیا مفهوم اورشلیم شهری است که در اسرائیل؟ بله. آیا فقط اونه؟ خیر. اورشلیم خداوند میتونه در فیلادلفیا تا هفته آینده جاری بشه، شروعش بشه. میتونه در خانه تو شروعش باشه. اورشلیم خدا یعنی به هدف زدن برای کامل شدن، به هدف زدن برای کامل شدن. و وعده خداوند اینه، میگه من سلامتی رو مثل نهر و جلال امتها را، جلال امتها را مانند نهر سرشار به او خواهم رسانید. خدا میگه یک قدم فاصله داری با اون جلال و ملکوتی که من به تو وعده دادم، یک قدم فاصله داری، یک قدم فاصله داری. پس اوور، آیا میخوای خدا بیرونت بکشه؟ میخوای خدا بیرونت بکشه؟ چی ما رو زجر میده؟ جیب خالیمون؟ پر از حواس جیب من؟ نه، جیب خالی منو زجر نمیده، عزیزم مریضم زجرم نمیده، دلتنگ، دل مشکل دارم، سخت برام، ولی زجر من از اونجا نیست. زجر من از افکار پلیدیه که در بدن من دائما داره منو میکوبه، در داوری هایی که مرتب من رو به جان خودم انداخته، در جنگ درونی خودم، اول در خودم در حال سوختنم، بعد به همسرم، به فرزندم، به خانوادم، به همه این جنگ ها رو بدون این که بدونم انتقال میدم. با هر کسی سخن میگم، میرم دنبال سخنگویانی که به دنبال داورین، میرم با کسایی هم قضا میشم که افتادن، با ایستادها گام بر نمیدارم، هم سخن افتادگان میشم، هم سخن ضعیفان میشم. اونجاست که خدا داره به ما یاد میده این هفته پسوور ماست، این هفته شروع پسوور ماست. ما میتونستیم، من به فکرش بودم، در دعا بودم، مثل اولین بار میز سفره پسوور رو امروز اینجا آماده داشته باشیم، غذای پسوور رو کامل داشته باشیم. حتی در فکر این بودم که خب تو افکار بچگانه خودم ردایی رو که خدا برای من به واسطه یکی از بچه‌هاش فراهم کرده، ردای خودم رو، ردای کهانت رو بر تن بکنم، غذا رو دونه به دونه مفاهیم و معانیش رو برای شما یک به یک شرح بدم. چرا چهار جام شراب؟ معنی اولی چیه؟ اول از کدوم بخوریم؟ این سبزی‌ها یعنی چی؟ گوشت یعنی چی؟ اون تلخه‌ها یعنی چی؟ دونه به دونه. ولی خداوند به من گفت رامین بزرگ شو، بزرگ شو. به دنبال چه هستی؟ به دنبال راز مفاهیم تمام اینهایی رو که روی سفره است، یا به دنبال چشیدن نیکوی من؟ به دنبال چه هستی؟ به دنبال چشیدن نیکوی خدا هستی، یا به دنبال انجام مراسم مذهبی و به دنبال انجام شریعتی
که نیکوست، که نیکوست. ولی وقتی شریعت رو کامل به جا میاریم، شریعت مرگ قوت گرفته و ما رو به کام مرگ با خودش فرو خواهد برد. و اونجاست که میگه بچش رامین، بچش، بچش، ببین من چقدر نیکوام. بچش، اورشلیم رو میخوام در زندگی تو جاری بکنم، اورشلیم واقعی رو میخوام در زندگی تو جاری بکنم. میدونم در سختی هستی. هستم، نفسم از جای گرم در نمیاد، یک ماه در سختی های خودم هستم، شبانه روز هستیم کل خانواده، شاید 3 روز شما خبر دارین، 4 روزه، ما 1 ماه تا 2 ماه درگیرشیم. ولی نیازی نبود اعلام بکنیم، نیازی نبود، چون دنبال چیز دیگه ای بود. خدا میگه پسوور اینجاست. آیا میخوای آزاد بشی؟ اگر آزاد باشی و ایستاده باشی، میتونی افتادگان رو بلند کنی. در کجای ایمانت قرار داری؟ جایی که میخوای با افتاده ها قدم بزنی و بشینی پای تلفن و در مورد دیگران تا جایی که دلت خنک بشه گفتگوهای منفی بکنی، پیغام های زشت بدی، یا در جایی قرار داری که میخوای افتاده ها رو بلند کنی؟ کدومه؟ کدومه؟ جانت چی رو میگه؟ میخوای افتاده ها رو بلند کنی یا میخوای با افتاده ها سینه خیز راه بری؟ کدوم؟ ما خوانده شدیم که افتاده ها رو بلند کنیم. آمین؟ ما خوانده شدیم که افتاده ها رو بلند کنیم. ما خوانده شدیم تا سر باشیم، ندم. ما خوانده شدیم قرض دهنده باشیم، نه قرض گیرنده. ما خوانده شدیم برکت بدیم، نه برکت بگیریم. ما خوانده شدیم فرزندان راستین نور باشیم، برای اینکه نور رو به خانه تاریک زندگی کنندگان، به هدیه، به ارمغان، با پرستش هامون، با دعاهامون، با کلاممون، با خدمتامون، به هر شکلی، به خونه تمام کسایی که در تاریکی زیست میکنن ببریم. من این باور رو دارم، از ابتدا باور من این بود، ملکوت خداوند کمتر نمیپذیرم. اسلام باید نابود بشه در جهان، نه در ایران، اول از ایران خودمون، بعد در کره زمین. قرآن و الله و محمد و حسین نابود شده هست در نام عیسی مسیح. این خوانده شدگی ماست ایلیا. پس باید برای خوانده شدگیت بدانی چه خوانده شدگی داری. با ایستادگان غذا بخوری، با خزندگان اگر هم غذا بشی، به شباهت مار که خدا گفت به روی شکم خودت خواهی خزید، در خواهی آمد. تسنیه 27 و 28 میگه هر که برکت بده برکت خواهد گرفت، و هر که لعنت کنه لعنت بر زندگی او دوچندان جاری خواهد شد. خوشا به حال برکت دهندهان، و وای به حال لعن کنندهان. خداوند امروز به ما میگه توی هفته جاری در نام قدوس عیسی مسیح، نه به قوت، نه به قدرت، به روح قدوس خداوند قرار غلبه کنیم بر جسممون، قرار درپای معبدهای خودمون رو، بدنهای خودمون رو از درون ببندیم. گوشها، چشمها، دهان و بینی خودمون اجازه ندیم نفشی جز نفش خداوند وارد مجرای سیستم بدنی تنفسی ما بشه. اجازه ندیم صدایی جز صدای روح القدس وارد افکار ما بشه. اجازه ندیم کلامی جز برکت از دهان ما برای هر کسی جاری بشه. شکوندن بت‌ها اسلام لعنت کردن نیست. اسلام یک بته که قرار خورد بشه. ما قرار برکت بدیم مسلمان‌ها رو با نام عیسی مسیح.
پس دو تا مسئله جداست برای کسایی که براشون میتونه سوء تعبیر بشه. هفته عبوره، هفته عبور از شهر سختی، هفته عبور از جنگ شریعت درونیت، هفته عبور از مشکلات درونیته. پس هفته عبوره. خدا این هفته عبور رو برای ما فراهم کرده. یک شنبه آینده میشه 4/4 تاریخ بسیار قدوسیه، واردش نمیشم، یه تاریخ مخصوصه، یک فصلیه که فراهم شده. اگر انجام نشه 7 سال به تأخیر میفته. به خودت ربط داره. دست ماست. بسیار مخصوصه تاریخش. دست ماست. فقط کافیه اون شمشیری که به دست داریم شمشیر روح قدوس خداوند باشه. افسوسیان باب 6. شمشیر خداوند برای بنا کردنه، برای بلند کردن افتاده هاست، برای شفای زخمی هاست. از من سوال کردن چرا دعاهای ما بالا نمیره؟ ما دو تاییم خونه با تمام دل، ما 3 تاییم توی خونه، تلفنی با هم تصویری هم صحبت، با تمام دل دعا میکنیم، چرا خدا جواب نمیده؟ چرا خدا جواب دعاهای ما رو نمیده؟ در کتاب متی وقت خداوند در مورد اینکه 2, 3 یا بیشتر با تمام دل و جان یک شده و هرچه از پدر بخواهید به شما داده خواهد شد، رازی نهفته است. به 200 یا 300 استخوان اشاره میکنه. استخوان ها استخوان های خشکیده حزقیال باب 38. 200 یا 300 استخوان. وقتی که سال خورده میشیم استخوان‌های ما یواش یواش به هم میچسبه و تبدیل میشه به شخصی که 200 استخوان داره. بچه‌ها کودکان وقتی تولد پیدا میکنن 300 تا استخوان در بدنشون دارن. آیا در بزرگسالی یا در کودکی ایمان خودت اون استخوان‌ها هستین که به هم چسبیده باشین؟ اون 200 یا 300 نفر هستین که با هم در اتحاد عشق به شکل یک بدن که عیسی مسیح میگه پسر انسان بدنی نداره که سر خودشو بگذاره. آیا بدنی شدین که اون 200-300 نفر باشین تا عیسی مسیح بر تو واقع بشه و هرچی بخواهی، چون از سر که عیسی مسیح خارج میشه به سمت پدر همه اونا بر تو و زندگی تو جاری میشه. اون موقع دیگه قرار نیست بگی چرا دعای من جاری نمیشه. اتحاد، اتحاد بدن، اتحاد بدن یه راه بیشتر نداره. اتحاد بدن. وقتی سر به طور کامل عیسی مسیح میاد بر بدن، حال اگر ما در مورد کلیسای خودمون بگیم، کلیسای فیلادلفیا واقع میشه، چیست که بگوییم و نشود؟ چیست که بگوییم و کرده نشود؟ حتی مرده زنده خواهد شد، چه برسد که کسی در حال مرگ باشه و دعا کنیم و بلند شه. حتی مرده بلند خواهد شد، چون عیسی مسیح سر ماست. قادریم کسی رو که مرده و 4 روز در گور بوده مانند ایلازر بریم اعلام کنیم، دستور بدیم، چون عیسی مسیح سر ماست و دستور میده. او از قبر بیرون خواهد آمد و ردا و برکت عشق رو بر تن او خواهند کرد. پسوور خداونده. در این هفته فرصتی است، فشار نیست، فرصتی است. شریعت نیست که اگر نکنیم محکوم به مردنیم، فرصتی است. این هفته برای ما فرصتی است، فقط یک فرصته. خدا خدای فرصت‌های دوباره و دوباره است. در نهایت 7 سال دیگه، نشد 14 سال دیگه، نشد 21 سال دیگه، نشد 28 سال دیگه، نشد 35 سال دیگه.
این فرصت دائما برای انسان در زمین فراهم میشه به طور دائم. پس گفته من امروز بر این نیست که اگر شکست بخوری در امروز دیگه قادر به بلند شدن نخواهی بود، ابدا منظور من این نبود. خدای شانس‌های دوباره و دوباره است. من فقط پیشنهاد میکنم، چرا 7 سال دیگه؟ چرا در این پنتیکاست نگیریمش؟ از یک شنبه آینده 50 روز مونده، چرا نگیریمش؟ ملکوت در یک قدمی توه، در یک قدمی منه، در یک قدمی ماست. نه وعده خداوند، بلکه خود وعده که خود ملکوت باشه در یک قدمیه که دست راست کنیم واردش بشیم بکشیمش پایین. در متی 16:18 خدا میگه ای پتروس به تو قدرت دادم، ای رسولان، ای شاگردان من، به شما قدرت دادم تا در نام من آسمان رو باز کرده، اون ملکوت رو به پایین کشیده، آسمان رو بسته و تمام چیزهای اشتباه رو به پایین انداخته و دفن کرده به زیر صلیب من. شما قادر خواهید بود، شما قادر خواهید بود، شما قادر خواهید بود. پتروس نفهمید خدا چی میگه. آیا ما امروز فهمیدیم خدا چی میگه؟ فطیر بخوریم، بمیکیم کلام خدا رو، کلام خداوند رو وقتی میمیکیم، همونطوری که در اشعیا 66 به ما از 10 یاد میده، میگه وقتی که میمیکین مانند سینه هایی که قرار تو رو سیرت بکنه، قوتت بده، امید زنده در رکای تو جاری باشه، امید زنده قرار تو رو برکت بده، بلندت بکنه اگه زمین خورده هستی تا ایستاده باشی و زمین خورده ها رو بلند کنی. آیا خدا میگه این بچه ها رو چه بخونم؟ برایشون نوحه میخونی گریه نمی کنن، برایشون میزنی نمیرخسن. ولی امروز خدا میگه نه برات نوحه میخونم، نه برات میزنم، جاده رو برای تو با پس‌اوور باز کردم، عبور کنی. آیا حاضری عبور کنی؟ آیا میخوای عبور کنی در نام من؟ در نام من آنکه هستم میخوای عبور کنی؟ من میخوام تو رو عبور بدم. فقط کافیه امروز شروعش برای تو این باشه، به خون بره سردر و دو طرف در خانه خودت رو مسح کنی. مرگ بر تو قدرت نخواهد داشت. پس خدا جاده فراهم کرده، میتونی بر بدنت و تمام امیال جسمانی خودت، بر ضعفات، بر ترسات، بر نگرانیات، نه به قوت، نه به قدرت، به خون بره غلبه کنی. میتونی بر مرگ چیره کنی، میتونی چیره بشی، میتونی بلند باشی نه پست، قرض دهنده باشی نه قرض گیرنده. میخوای؟ فصلش رسیده؟ میخواییم براتون موعظه‌ای بکنم که فقط عشق بریزید؟ میخواید براتون بخونم و برقصم تا شما هم برقصید؟ یا میخواییم راه شفا رو درش قرار بگیرید؟ خدا میگه امروز میخوام راه شفا رو برات باز کنم. امروز خداوند دارش منصور هر کی امروز فرصتی دوباره برای ما فراهم شده. امروز فرصتی دوباره برای ما فراهم شده. امروز به خون بره میخوایم سردر خانه هامون رو، دو طرف خانه هامون رو مس کرده تا مرگ از خانه ما عبور کنه.
مرگ دیگه بر تو قدرت نداشته باشه. اون مرگ، مرگ افتادن در جسم، مرگ افتادن در روح نیست. اون مرگیه که افکار تو و دشمن تو، تو رو به نابودی میبره، در تاریکی فرو میبره. میخوایم امروز با این کار از مرگ نترسیم و مرگ به قوت خون عیسی مسیح از جلوی خونه ما عبور کنه ببینیم و قادر نباشه. همدل باشیم، یک قوت داشته باشیم، خون بره، یک قوت داشته باشیم، خون بره. بشنو که روح به کلیسا چی میگه. روح به کلیسا میگه شمدان تو رو بر میدارم، شمدان تو رو بر میدارم اگر صدای من رو حرمت نگذاری، اگر کلام من رو به زیر پاهای خودت لگد کنی. شمدان تو رو بر میدارم. به همه کلیساها میگه امروز روزیه که بر روی سنگی برکت تو رو نوشته به تو داده خواهد شد، که هیچ کس از چیزی که روی اون نوشته خبر نداره. ولی اگر حرمت به کلام من نگذاری، باور به ایمانت گام بر نداری، شمدان تو رو هر کلیسایی که هستی خدا میگه بر میدارم. امروز زمانش رسیده مرگ رو به باور مسخون بر پیشانی و دو طرف دستامون اجازه ندیم وارد ما بشه. یک هفته مقدس، یک هفته مقدس قراره در این هفته مقدس، نه به قوت، نه به قدرت، به روح قدوس خداوند مرگ وارد زندگی ما، نه جسمانی نه روحانی، به هیچ شکلش وارد نشه. اگر مریضی داری میگن میمیره، من میگم اون زنده میمونه. اگر مریضی داری که دکترها میگن تمومه، منتظر ساعتش باش، من میگم او زنده میمونه. اگر ما به قوت خون بره قوی باشیم، اگر غصه ای در دلته که این غصه و نگرانی، مشکل اقتصادی، مشکل کار، مشکل اقامت، هر مشکلی که هست داره تو رو میترکونه، من میگم به خون عیسی مسیح مرگ قرار عبور کنه و تو قرار نیست مرگ رو در مشکلاتت ملاقات کنی. روح قدوس خداوند پیامش برای همه شما اینه: مرگ قرار نیست خانه تو رو، نخست زاده تو رو، عزیز تو رو، عشق تو رو، نیاز تو رو ازت بتونه بگیره. من به تو قدرت دادم تا مرگ قادر نباشه وارد خانه تو باشه. من به تو قدرت دادم در این عید فصح، من فصل رو برای تو فراهم کردم، من فصل رو برای تو آوردم، به خاطر تو این فصل رو شروع کردم. فصل شکوفه است، فصل میوه نوبره. میخوای میوه نوبره کلام خداوند و تولد خداوند باشی، فصلش اینجاست. یک هفته مقدس برای تو فراهم شده. در این هفته مقدس عاشقانه هم دیگر رو عشق بورزیم. خودتون رو برای عزاداری آماده نکنید، خودتون رو برای جشن شادی خداوند آماده کنید. خودت رو برای مرگ آماده نکن، خودت رو برای حیات آماده کن. خودت رو برای خوردن زمین آماده نکن، خودت رو برای بلند شدن بنا کن. نه به قوت، نه به قدرت، به روح و خون برهی که برای ما روی صلیب جان خودش رو داد تا حیات جاودانی رو به دست بیاریم، به نام عیسی مسیح. یشوع، هاشم، هاشم من، هاشم تو، پدر تو، عشق تو، معشوقه تو، که به تو میگه ای کبوتر من، ای کبوتر من، ای کبوتر من، ای زیبای من، برخیز و بالهای خودت رو باز کن، بین دو سینه من بنشین.
بین دو سینه من بنشین و از نیکویی من بچش. غزل غزل ها. بین دو سینه من بنشین، بین شریعت و فیض بنشین، تا هر دو با هم کامل شه با چشیدن نیکویی من در جان و وجود تو. از هم جدا نیست، قرار شریعت به واسطه عشق کامل شه. قرار نیست با شریعت بکوبیم، قرار با شریعت به قوه فیض افتاده ها رو بلند کنیم، قرار زخمی ها رو درمان کنیم، قرار مرده ها رو بلند کنیم، قرار بیماران رو شفا یافته اعلام بکنیم و میکنیم در این لحظه. در نام قدوس عیسی مسیح فصل عبوره. میخوایم از مصر درونمون عبور کنیم. تویی که نشستی و دائما در حال گله کردن هستی، فرار هستی، غصه هستی، داوری هستی، کوبیدن هستی، آیا به واقع تو کسی رو میکوبی؟ خیر، تو داری از درون خودت به آتش تنفر خودت میسوزی و با گفتهات داری خودتو تسلی میدی. چه بسا که تسلی نمیگیری، همه روزه داره حالت بدتر میشه. ای تویی که میگی من همه چیز رو بلدم و زمین خوردی، زمانش رسیده به فیض بلند شی، زمانش رسیده بچشی نیکوی خداوند رو، وارد یاره و شالم بشی. زمان به هدف زدن فرا رسیده، زمانش رسیده به هدف واقعی بزنیم. هدف ما ملکوت خداونده. زمانش رسیده از بالا، نه اینکه ما بمیریم یا روبوده شدیم بشیم بالا بریم، ملکوت رو پایین بکشیم. میخوایم ملکوت رو پایین بکشیم، میخوایم حیات رو پایین بکشیم. اگر در شهوت درونی خودت در حال سوختنی به هر نوعش، نه به قوت نه به قدرت، به اولین کلیسایی که میتونی مراجعه کنی تا فردا مراجعه کن، بخوا که به خون بره خانه تو رو سردر و دو طرفش رو مسح کنن. اگر عزیزی داری از خون خداوند ببر مس کن. این یک کار شریعتی نیست، این کلام خداست که به موسی یاد داد سردر و دو طرف خانه رو مس کنی. مرگ قرار از خانه تو عبور کنه، مرگ قرار از خانه تو عبور بکنه. آیا اورشلیم مادر زمین نیست؟ اشعیا میگه آیا اورشلیم مادری نیست که سینه های خودش رو برای چشیدن نیکویی خدا و ملکوت خدا باز کرده و آماده است؟ عیسی مسیح میگه ای اورشلیم، ای اورشلیم، من آمده بودم تا در تو با تو شادی تو رو ببینم، ولی سنگی بر روی سنگی بنا نخواهد ماند. چرا؟ به جای چشیدن نیکویی خداوند به دنبال شهری رفتیم در اسرائیل، به دنبال شریعتی رفتیم برای برتر بودن. ما بهترینیم، ما از همه بهتریم، من از همه بهترم، من از همه بهتر میدونم، من از همه بهتر درک میکنم. چی رو به واقع تونستیم درک کنیم تا عبور نکنیم، تا پسوور ما انجام نشه؟ امروز فصلیه که برای ما فراهم شده تا عبور کنیم از مرگ، مرگ درونی، تا عبور کنیم از مرگهای افکار درونی، از ترس هامون. من اعلام میکنم مرگ بر خانه من و خانواده من در نام الهیم قوت نداره. من اعلام میکنم در نام عیسی مسیح مرگ بر خانه، بر معبد، بر کلیسا، بر بدن خداوند قدرت نداره. حتی اگر در جسم بیفتم و بمیرم، مرگ بر من قدرت نداره.
ایوب میگه ای کاش در رحم مادر میمردم و ای کاش وقتی به دنیا آمدم تو جان من را میگرفتی تا همه این بدبختی ها را نبینم. زن ایوب به ایوب میگه انکار کن، کفر بگو و بمیر و راحت شو و ما نیز راحت شیم از دست تو. ایوب پاسخ میده و میگه هرگز الهیم رو انکار نمی کنم، هرگز الهیم رو انکار نمی کنم، هرگز الهیم رو انکار نمی کنم، حتی اگر به قیمت از دست دادن بچه هم باشه، حتی اگر به قیمت از دست دادن ثروتم باشه، الهیم رو انکار نمی کنم. ایوب راز فصح رو فهمید، راز فطیر رو فهمید. امروز در نقطه‌ای هستی که راز فطیر رو بفهمی، چون در سختی ها هستی بهت تبریک میگم. اگر در سختی ها هستیم برای اینکه عبور کنیم، تا در سختی نباشیم مانند قوم در مصر عبور برای تو فراهم نمیشه و فصل پساور تو شروع نمیشه. اگر در سختی ها بودیم، اگر در نگرانی ها بودیم، اگر در دشواری ها بودیم، اگر در جنگ ها و کشمکش ها بودیم، نشانه رسیدن فصل فصح و پساور عبور. پس نشانه رو باور کن، نشانه رو باور کن، اقتدار ایمانت رو، قوتت رو برای دریافت ملکوت مانند شمشیری به دست بگیر. باز کن آسمان رو، حیات رو به جان خودت و عزیزان خودت اعلام کن و دریافت کن. در این هفته قضای تمام این هفته ما اینه، نه به قوت نه به قدرت، به خون بره که معبد ما رو، خانه ما رو تقدیس کرده، مرگ، مرگ تمام مشکلات نفسانی قرار از ما عبور کنه. اگر بخوای ببند درهای معبد خودت رو، اگر بهت زنگ میزنن شروع بکنن دوباره، قطع کن، حتی خدافظی نکن، فقط قطع کن. اگر کسی میخواد چیزی بگه که در راستای تعلیم خدا نیست، نپذیر، ببند در معبد تو، دهانت رو فقط برای برکت دادن باز کن، دهانت رو فقط برای قوت دادن باز کن، دهانت رو فقط برای پیروزی باز کن، چون هفته دیگه قراره در نام عیسی مسیح در جمعه صلیب خداوند و در یک شنبه رستاخیز او پیروزی رو جشن بگیریم. 7 سال دیگه نه، این دفعه 7 سال دیگه نه، یا 7 سال بعد، یا 7 سال بعد وقتش رسیده. آیا میخوای نیکوی او رو بچشی؟ پساور خداوند برای توه، پساور خداوند برای ماست، پساور خداوند برای حیاته، پساور خداوند برای شروع تولد حیات واقعیه. چون عید سوم و عید چهارم و عید پنجم، عید پنجم به ما یاد میده، عیدیه که قراره ما رو به طور کامل عبور بده و قراره ما رو بربایه. عید پنجم ما میدونیم عید روبوده شدن، عید شیپور هاست. سپتامبر میتونیم امسال از این جسم روبوده بشیم به طور کامل. منظورم این نبود بریم آسمان، از بدی خودمون آزاد شیم به طور کامل. میشه، میتونیم به عید حقیقت خیمه خداوند همین امسال نزدیک شیم. میتونیم، میشه، میشه. جادش جاده بخشش و عیده، عشقه. جادش جاده خدمت برای خداونده. خوشا به حال خادمینی که وقتی باز میگردم او رو در حال کار ببینم.
کاری که خداوند میگه این آخرین رازه، دست خودم نیست، همش هدایت خداست. کاری که خداوند میگه وقتی خادم رو من میام میبینم در حال کار، بعضی موقع من شنیدم من توی خونم میشینم ایمانم رو دارم، حالا دعایی میکنم، پرستشی نگاه میکنم، موعظه‌ای نگاه میکنم، این ور و اون ور یه غذایی بالاخره میخورم و زنده نگه میدارم خودم رو، بشارت هم میدم هر از گاهی، ایران رو دارم، دو نفر اونجا دارم بشارت میدم، یه نفر سر کار میدم، سه نفر اونجا. آیا منظور خداوند از کار اینه؟ کاری که توی چیزی که توی راز این آیه هست اینه، کاری که خداوند میخواد، میگه برای شما حکمی گذاشتم که از همه حکم‌ها بالاتره، یکدیگر را محبت کنید. ما قرار نیست بریم توی خیابونا رو آواره بشیم، بشارت بدیم مردم بیان مسیحی بشن، بعد مثل ما بشن، از صبح تا شب بشینیم غیبت کنیم و داوری، بی احترامی به پدر مادرهای خود، حکم پنجم ده فرمان، حسادت به همسایه خود، دزدی، قتل. قتل چیه؟ میگه فقط کافیه بتونی محبت کنی و محبت نکنی تو قتل انجام دادی. حکم خدا اینه من توی خونه خودم بشینم، اون چیزی که قراره برای من جاری بشه قراره به تأخیر بیفته، 7 14 21 28 35 الی بالا. من قراره جای باشم از کسی که دل شکسته و دل خورم او رو محبت کنم، از کسی که افتاده زیر پای من، کسی که زیر پای منه. پس باشیم بین هم، قبل از اینکه بخوایم بریم تو خیابون همه رو پیدا بکنیم. خدا میگه اگر برادر یا خواهری رو که میبینی و میشناسی دوست نداری، خدایی رو که ندیدی میگی دوست دارم، دروغی بیش نیست، یک توهمه، تعلیم اصلیش و کلام یک توهمه در درون تو، نجاتت نمیده. و اونجاست که میگه خیلی ها به نام من میآیند، میخوان وارد بشن، ولی من به آنها میگویم در بسته است، در بسته است. ما قرار نیست جزو اونایی باشیم که پشت در بسته بایستیم. آمین. ما قرار نیست پشت در بسته بایستیم. ما قرار نیست پشت در بسته بایستیم. ما قراره جزو کسایی باشیم که در رو باز میکنیم، اعلام میکنیم باز بشه و وارد ملکوت خداوند میشیم. این وعده خداوند برای توه، باور کن، این فسح خداوند برای توه، شروع ورود به دروازه ملکوت. آماده ای؟ آماده ایم؟ در نام عیسی مسیح رخت باور رو به تن میکنیم، در نام عیسی مسیح به دنبال مفاهیم و معنیهای تمام این غذای فسح نمیریم، چون همه رو الان یاد گرفتیم، همش برمیگرده به غلاطیان 5، مشکلات نفس. یه چیز میتونه ما رو آزاد کنه، خون بررس که به خون خودمون زدیم، گوشت بررس که غذای او امروز شما گرفتین، خونش رو دریافت کردید، غذاش رو، کلمه او رو، اون نیمه نان رو دریافت کردید. در انجیل یوحنا باب 14 از آیه 20 اینجوری میگه، میگه هر که پدر را دوست داشته باشد من نیز او را دوست داشته و خود را به او ظاهر خواهم ساخت. اون نیمه قایم شده رو ملاقات خواهی کرد. آیا تشنه این هستی که عیسی مسیح رو ببینیش، از رو به رو ببینیش، خود خدا رو واقعا ببینی، ملاقات کنی رو در رو، نه در ابر، نه در آسمان، نه وسط آب‌های شبهی که شاگردان ترسیدن، خود عیسی مسیح رو ملاقات کنی،
از نیمه اول بچش، نیمه اول امروز رو باور کن و بهش تفکر کن و بچش. ما فرزندان حیاتیم نه مرگ. ما مرگ رو اعلام نمی کنیم، ما حیات رو اعلام می کنیم. امروز اینجاییم تا حیات رو اعلام کنیم بر مردگان. امروز اینجا نیستیم که داوری کنیم و مرگ رو به فرزندان خداوند اعلام کنیم. امروز روز وعده دریافت ملکوت و حیات ابدی، همونطوری که در زمین هستیم اون جوری که در آسمانه دریافتش بکنیم. چرا وایسیم بمیریم بریم بهشت؟ چرا بهشت رو نیاریم پایین؟ چرا بهشت رو در میان خودمون نیاریم؟ حریص باش، حریص باش، زیاد بخوا از خدا. خدای تو قادر مطلقه، خدای تو تواناست و خدای خود تو میخواد بهترین ها رو به تو بده. اگر مریضی در بدنت داری، به قوت ملکوته که اون مریضی و مرکو از تو عبور میکنن، به قوت گوشتیه که امروز از خدا خوردی، باور کن شفا رو داری، باور کن شفا رو داری، باور کن شفا رو داری. باور دارم مریضم شفا رو داره، باور دارم مریضت شفا رو داره، باور دارم مشکلات تو حل میشه. باور کن مشکلاتت حل میشه. مشکلی بالاتر از مرگ نیست. اول مرگ از جلوی خانه تو عبور میکنه، بعد مشکلات تو حل میشه. چطور؟ چون وقتی قوم میخواست آزاد بشه، هرچی داشتند رو آوردن، ثروتاشون رو به قوم دادن. نگران ثروت زمینی نباش، در پی ملکوت خداوند باش، چون اونها نیز بدون اینکه به طلبی به تو داده خواهد شد. لغت 12 به تو اینجوری میگه، آیه 30-31، اول ملکوت خداوند رو بطلب، بعد هر آنچه که در جسم نیاز داری خودش به سمت تو خواهد آمد، خودش به سمت تو خواهد آمد. پس به قوت ملکوت خداوند امروز برای هیچ چیز خاصی دعا نمی کنیم. مهسا خواسته براش دعا کنیم، خیلی خواستن دعا کنیم. امروز ما ملکوت رو بر تمام بدن، 200 یا 300 استخوان فیلادلفیای ایلام، بر کلیسای تو، بر تمام کلیساها، بر تمام ایمانداران در هر نقطه جهان، همه کلیساهای فارسی زبان کره زمین، امروز ملکوت خداوند رو بر تو اعلام میکنیم و میطلبیم. امروز فصل عبور تو باشه در نام عیسی مسیح. امروز ما مرگ رو برای هیچ کس، لعنت رو برای هیچ کس اعلام نمی کنیم. امروز عزاداری نمی کنیم. امروز رخت گدایی بر تن نمی کنیم، مانند گدایی که به دنبال عیسی مسیح نشسته بود. امروز رخت پادشاهی رو بر تن بکن. امروز لباس کهانت رو بر تن خودت بکن. اعلام بکن به نام عیسی مسیح از این پسوور عبور خواهیم کرد. به خون عیسی مسیح عبور خواهیم کرد، به خون و قوت عیسی مسیح خواهیم پیروزی رو دید. به نام عیسی مسیح میخواییم آیه های قوتمون رو به خون بره که بر بدنهای ما، معبد ما و خانه ما مالیده شده، با قوت امروز اعلام کنیم. امروز میخواییم با ایمان اعلام کنیم. امروز میخواییم با پیروزی اعلام بکنیم. در نام قدوس عیسی مسیح اعلام میکنم که میدانم همه چیز برای خیریت من در کار است، چون فرزند او هستم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که هر اسلحه‌ای که به ضد من ساخته شود پیش نخواهد برد، چون عدالت من از جانب پدر است. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که به زخم‌های عیسی شفا یافته هستم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم حتی اگر 1000 دشمن از سمت راست و 10000 دشمن از سمت چپ مرا تعقیب کند، پیروزی از آن من خواهد شد. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم چون او آرامی من است، استرابی ندارم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم خوانده شدم تا سر باشم، ندم، بلند باشم نپس، قرض دهنده باشم نه قرض گیرنده. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم هیچ محکومیتی بر من نیست، چون روح حیات مسیح مرا از شریعت گناه
و مرگ آزاد کرده است. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت ببخشد، نه به قوت، نه به قدرت، بلکه به روح قدوس او قادرم. آمین 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 آمین. قادریم، پیروزیم و محکوم به پیروزی هستیم، محکوم به پیروزی هستیم در نام عیسی مسیح، در نام قدوس عیسی خداوند، در نام قدوس عیسی خداوند، در نام قدوس عیسی خداوند. پیروزیم چون محکوم به پیروزی هستیم، پیروزیم چون محکوم به پیروزی هستیم. عید عبور رو بر همه می طلبم و دعای من اینه همه ما، همه شما و همه ما عبور بکنیم از مصر درونی خودمون. هفته آینده جشن عبور رو خواهیم گرفت، نه مانند پنتکاست اول، بلکه آماده شدن برای پنتکاست دوم، در نام قدوس عیسی مسیح.